تقابل سیره امیرالمومنین اختصاصاً و اهل بیت معصوم صلوات الله علیهم. حالا در ادامه که راجع به کلام داریم صحبت میکنیم، بعد نیست به عنوان تتمه که من درس کردم گفتیم که یک دوراهی است، به تعبیر خودم یک دوراهی است که یک راه به ناکجا آباد میرود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین، عرض سلام و ادب ما رو پذیرا باشید. ممنونیم که در این چند جلسه همراه ما بودید، ما رو تماشا کردید با سلسله برنامه‌های بشارت و هدایت تحت موضوع تقابل سیره امیرالمومنین اختصاصاً و اهل بیت معصوم صلوات الله علیهم اجمعین با خلفای صدر اسلام. اجازه بفرمایید قبل از شروع هر سخنی پیشکش کنیم به ساحت بیبی دو عالم فاطمه زهرا، ثواب ضبط این برنامه و پخش این برنامه را از طرف خودمون و از طرف شما و با این سخنی که من در خدمتتون بودم عرض سلام می‌کنیم خدمت جناب استاد محمد انصاری و کلام رو به ایشون بسپاریم. جناب استاد سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و الان اعداء محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين و جعلنا من محبیه و محبی زیارته و محبی زواره. عرض سلام هم دارم خدمت همه بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. ان شاءالله که هر جا هستن روز به روز بتونن معرفتشون رو نسبت به ساحت مقدس امیرالمومنین علیه السلام و اولاد طاهرینش بیشتر کنن. ان شاء الله در خدمتتون هستم. جناب استاد ما صحبت کردیم و مقدمتاً دوباره خدمت دوستان عرض می‌کنیم که ما از کل دنیا هر جلسه اینو تکرار می‌کنیم بابت اینکه اگه کسی از این جلسه تازه پای گیرنده نشسته و داره می‌بینه، یه شمای کلی از کار رو در ذهن داشته باشه. از هر گوشه دنیا یک نفر رو آوردیم در استودیو نشوندیم طبق تعبیر شما و گفتیم که یه سری مشخصه، یه سری ویژگی رو بیان می‌کنیم از کلام و از کردار دو شخص و با این المان‌ها از این شخص می‌خوایم که بدون اینکه تعصب داشته باشه و یا نامی ببریم، یک کدوم از این دو گزینه رو برای امامت که ما به انتصابش معتقدیم میگیم نه، خلافت رو هم میگیم نه، و طبق تعبیری که من کردم و شما صحه گذاشتید برش، به عنوان رفیق انتخابش کنیم که لاغر این رفیق رو کدومی که از این دو نفر رو میتونیم اجازه بدیم به خانه وارد بشه. این که من لفظ رفیق رو استفاده میکنم، اگر اجازه بدید من یه نکته بگم، در حالا احتمالا در کردار خواهید گفت شما و خواهید فهمود، در کردار داریم که خلیفه دوم خب خیلی شدید البرخورد بود، به شدت تند بود، حتی با تازیانه بارها در تاریخ داریم که افراد مختلف رو زد. یکی از اون افرادی که زد، دوستان دقت بفرمایید، یکی از اون افرادی که زد خواهر عایشه بود. بله. خواهر خودش هم بود. بله خواهر خودش هم بود. ما اگر شما اجازه میدیدی همچین آدمی وارد منزلتون بشه که بچه ها رو میزد، زنان رو میزد، اونم نه به بهانه هایی که قابل زدنه، نه به جرم هایی که قابل تأدیبه، به جرم گریه کردن، به جرم دور هم بودن، خیلی از اینها هست. اگر مراجعه کنید به کتب تاریخی خودتون، ما حرفی برای گفتن واقعا نداریم. اگر شما مراجعه کنید به کتبی که دارید، آدرس هم نمیدیم تا برید زره بگردید، چیزای جدیدتری هم پیدا میکنید که ما دیگه رومون نمیشه اونها رو بگیم. بعد اون موقع خواهید دید که این آدم چه کارهایی کرده. ما میخوایم یه رفیق انتخاب کنیم. کلام ابوبکر رو صحبت کردیم در موردش و 4 موردش رو گفتیم. کلام عمر رو هم صحبت کردیم و 8 مورد گفتیم. کلام امیرالمومنین صلوات الله سلامه علیه رو هم صحبت کردیم. اشاره کوتاهی. بله خیلی مختصر یه 3-4 مورد رو به صورت کاملا گذرا، چون هر کدومش رو بخوایم توضیح بدیم خودش یه سلسله برنامه فکر میکنم 100 قسمته، اونم با تایم بلند، نه با تایم همین 30 دقیقه و 20 دقیقه. نیاز داره که یه کلام هست امیر رو
بخوایم شرحش رو بیان کنیم فقط، نه اینکه باز کنیم. یه سه چهار مورد رو هم همینجور گذرا رد شدیم. با این چیزایی که تا اینجا گفتیم احتمالاً اگر شما اهل تحقیق باشید که الحمدلله هستید و اگر با دید باز و بدون تعصب اومده باشید، از اینجا به بعد دیگه همراه مایید. و افکارتون این افکار است که باید کلام امیر رو بشنوم چون خیلی متفاوت. معذرت میخوام. اگر به این نقطه نرسیدید یه خورده تجدید نظر کنید، چون احتمالاً هنوز تای قلبتون یا حسد هست یا تعصب هست. اینا رو بریزید دور، یا فضائل رو تو ذهنتون هنوز نگه داشتید. ما گفتیم فضائل رو گذاشتیم کنار. خواهش میکنم اینجا که رسیدیم باید به این نقطه رسیده باشه، چون کلام دیگه به جایی رسیده که دیگه فرق رو متوجه شدیم چه خبره. خواهش میکنیم با این دیده باز ما رو همراهی کنیم. این مقدمه رو من خدمتتون عرض کنم از طرف جناب استاد که استاد آماده بشن برای بیان بقیه مطالب. استاد در خدمت. بله ممنونم. خواهش میکنم. حالا در ادامه که راجع به کلام داریم صحبت میکنیم، بد نیست به عنوان تتمه که من درس کردم کسی اهل تحقیقه، کسی اهل واقعا پژوهشه، دوست داره بدانه، دوست داره متوجه بشه، کتاب نهج البلاغه، کتاب قرارالحکم چیز دم دست، میتونه مراجعه کنه. و درباره کلمات اونها عرض کردیم، کلمات ابوبکر، عمر، عثمان، القدیر جلد 6 تا 11، کتاب من حیات الخلیفه عمر ابن الخطاب، کتاب الوهمی و الحقیقی میتونه مراجعه کنه. هفتن از پیشینیان، از سبعه تو من از سلف که ترجمه هم ظاهرن شده، از هفتن از پیشینیان، اینا رو میتونه مراجعه کنه به نقل اهل سنت. ما که حالا در فرهنگ اهل بیت دشمنان چه جایگاهی دارن و با نامشون و مشخصاتشون معلومن، ما داریم فقط رو کتب اهل سنت حرف میزنیم. در ادامه و در تتمه این که نمیخوایم دیگه واردش بشیم، بیایید در اولاد امیرالمؤمنین، امامان معصومین ما، ائمه 12 گانه طبق احادیث ائمه 12 پیامبر، اینا چی فرمودن. یعنی یک طرف سید الشهدا سلام الله علیها حسین ابن علی، این دعای عرفه امام حسین، واقعا بخونن کلمه کلمه شو، در مفاتیح هست، کسی طالبه میتونه ببینه. یک طرف صحیفه سجادیه امام سجاده که دیگه هر جملهش دریایی از معارفه. اون طرف رساله حقوق امام سجاده که یکی از معجزات امام سجاده. دیگه رتبه بعدش بیایم که کلمات امام باقر و رئیس مذهب امام جعفر صادق که دیگه واقعا انسان نمیدونه چه تعبیری به کار ببره. حالا اون طرف کیه مثلا؟ اون طرف ابو حنیفه است، نعمان ابن ثابت، اینا انس ابن مالک، جیرخورهای اونها دیگه، جیرخورهای ابو بکر عمر عثمان، شافعیه، احمد ابن حنبله، دیگران هستن. اینا رو قیاس کنیم در ادامه. حتی اصل بحث همون، یعنی از اونجا اگه کار درست شه بقیهش درست میشه. اگه عرض کردم همه دعوا سر امیرالمومنین علیه السلامه. اما از اون هم یه پله بیایم پایین تر، حالا افراد رو گفتیم، یه طرف یه نفر رو میذاریم، یه طرف یه نفر، یه طرف امام صادق علیه السلامه. عذر میخوام از محضر امام صادق که دارم اینجور قیاس میکنم، ولی چاره ای نیست. یه طرف ابو حنیفه است. بیایم بخونیم کلمات اینها رو کدوم لایق ترن. اصلا فتواهایی که دادن استاد، اگه اجازه بدید من یه کلمه رو بگم، بسته صحبتتون هم بود، معذرت میخوام. نشکنم. فتواهایی که ابو حنیفه داده رو دوستان برام بخونن. فقه ابو حنیفه. بله فقه ابو حنیفه. من خجالت میکشم بعضی وقتا. یعنی من وقتی دارم میخونم، حالا به دیده یک شاید محقق و کسی که دارم تحقیق میکنم، نه به هیچ، واقعا هم تعصب رو میذارم کنم، ولی باز با این حال که من دارم با دید یک محقق میام جلو، وقتی میخونم واقعا شرم میکنم. و اگه کسی داره از نزدیک من رد میشه، سعی میکنم اگه تو لپتاپ چیزی هست صفحه رو بدم پایین که این بنده خدا مثلا رد بشه، بعد دوباره دنبالش رو بخونم. چون انقدر بعضی وقتا جملاتی که گفته زشته و خنده آوره که خجالت من میشه. من بعضی جاها جناب زارد فقه ابو حنیفه رو، مقاطعیش رو توی صحبتام تو هیئت بوده، جایی بوده مطرح کردم، گفتم که این فقه ابو حنیفه اینو میگه. باور بفرمایید با عنوان یک طنز کل مجلس خندیدن. این افراد معمولی همون بودن، بزرگ، پیر، مرد، جوان،
همه خندیدن به عنوان یک طنز، فکر کردم من دارم طنز تعریف میکنم، یعنی به این حد. اینا رو قصد توهین ندارم، دارم اینجور میگم، برید بخوانید، اگر نمیدانید برید بخوانید. وقت فقه ابو حنیفه و فقه حنفی یک طرفه، فقه جعفری و امام جعفر صادق سلام الله علیه یک طرفه. بعد شاگرداشون هم نگاه کنیم، حالا شاگردا که حالا چند نفر شاگرد اینو تربیت کردن و چه شاگردانی. خود ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلک النعمان، اسمش نعمان ابن ثابت دیگه. ابو حنیفه، اگه اون دو سالی که من تلمذ نمی‌کردم محضر جعفر ابن محمد بن صادق علیه السلام، هلاک شده بودم. حالا اینم جالب، یاد گرفتن لولا علی لهلک عمر بود، اینم میگه لولا سنتان لهلک النعمان. شما که رئیس مذهبی، رئیس فرقه‌ای، چرا این حرفو میزنی؟ و اگر واقعا اینطوری، برای چی اصلا مذهب تأسیس میکنی؟ برای چی فقه مینویسی؟ خب همه رو ارجاع بده به امام صادق دیگه، اگه اینجوریه واقعا. یه نکته ظاهرا افراد با هلاکت یه رابطه عجین شده ای دارن، یعنی هی دوست دارن خودشون رو به این نکته ارزم بزرگ که روشن کنن و آگاه کنن که هلاک میشدیم. بله، چون طبیعیه که شاگرد اونهان، یعنی ابو حنیفه، وقتی در مشی و مرام عمر ابن الخطاب، جملاتش هم مثل اون میشه. این همون اشکال اینجا هم هست. ما به عمر ابن الخطاب میگیم تو که 70 بار گفتی لولا علی لهلک عمر، چرا مسند رو خالی نکردی؟ همون آقا بشینه اونجا. و ابو حنیفه هم همینو میگیم، توی که میگی لولا سنتان لهلک النعمان، چرا جا رو خالی نکردی برای امام صادق؟ چرا همه رو ارجاع ندادی؟ آقا من هیچی نیستم، هر چی هست سرچشمه اونجاست، چرا این کار رو نکردی؟ بلکه بدتر، مقابل درس امام صادق جلسه درس تشکیل میداد، یه جور تقابل ایجاد میکرد، به قول ما مشتری جمع میکرد، حتی دار جریمه گذاشتن برای جلسه درس امام صادق، هر کی میخواد اونجا بره باید فلان قدر بده، هر کی کلاس ابو حنیفه بیاد فلان قدر بهش میدیم، فلان قدر درهم دینار. اون ور باز میرفتن، باز هم میرفتن اون ور، که حالا یه جریان جالبی هم داره. میگه خلاص، خودش میگه، طرف میگه رفتم، حالا اینجا سرشو بگم، امام صادق خوب بیان فرموده، ممکنه بینندگان بگن اگه بحث اینقدر واضحه، اگه اینقدر مطلب به قول سادهش بگم اینقدر تابلو هستن اینها و اینقدر تقابل به قول معروف قیاس مع الفارقه، پس چرا این همه دنبال اونها میرفتن؟ پس چرا همین الان این همه نمیان در خانه اهل بیت مسلمانان، غیر شیعه؟ یعنی خودش میگه رفتم درس ابو حنیفه، تا دم در درسش رفتم، پامو میذاشتم برم داخل، برمیگشتم، دو مرتبه به قول معروف وسوسه شدم، رفتم طرف کلاس ابو حنیفه، آمدم پامو بذارم داخل، برگشتم، تا سه بار، دفعه سوم برگشتم و نرفتم آخر، آمدم و مشرف شدم محضر امام صادق، تا وارد شدم حضرت فرمود لو فعلت فعلت، لو فعلت مال مؤنثه، اگه اون زن اون کار رو کرده بود تو هم امروز این کار رو میکردی. آیا یعنی چی لو فعلت فعلت؟ فرمود روزی پدرت مهمان آورده بود، مهمان جوانی آورده بود در خانه و خیلی هم خسته بود، گرفت خوابید، مادرتو برحال نیاز به میل جنسی پیدا کرد، پدرت خسته بود هیچ حالی نداشت، مادرت برخاست رفت طرف اتاق اون جوان مهمان، سه مرتبه رفت تا دم در اتاق ولی حیا کرد، نسبت به شوهرش امانتداری کرد، برگشت، دو مرتبه وسوسه شد رفت برگشت، تا سه بار و بالاخره برگشت، نرفت طرف اون جوان و آمد پیش پدر تو و نطفه تو اون شب منعقد شد. اگر مادرت اون شب رفته بود پیش اون جوان، تو هم الان میرفتی پیش ابو حنیفه، و چون مادرت نرفت تا با این دقت تا سه بار رفت برگشت، دقیقا تو هم سه بار رفتی در کلاس ابو حنیفه برگشتی، لو فعلت فعلت. حالا سرش اینه. یا یکی از دوستان ما میگفت رفته بودیم در مدینه همین اخیرا، از بحاسین بود، از رفقاست که اهل بحث و ایناست، میگفت رفتیم تو اون مرکز معهد نمیدونم چی و با یکی از این علمای سنی و وهابی شروع کردیم بحث کردن، به عکس بقیهشون خیلی متعادل بود، مؤدب بود، بقیهشون خیلی خشن و چی صحبت میکنن، این نه، اینکه آرام بود، هی بحث پیش کشیدیم مجاب شد، هی بحث آوردیم جلو مجاب مجاب، تا اینکه دیگه جوابی نداشت. گفتیم که خیلی خوب، به قول معروف پسر خوب، بس بپذیر دیگه،
گفت راستشو من بگم، این حرفایی که شما زدید الان با هم، این هم حرف زدیم، من خیلی وقت به این نتایج رسیدم، طبق کتب خودمون اینا رو دانستم خودم. گفتیم خب پس چرا نمیپذیری، چرا موندی هنوز اینجا؟ گفت هر چه به خودم فشار میارم، علی ابن ابی طالب رو دوست ندارم، از نام علی بدم میاد، چیکار کنم؟ و از ابوبکر و عمر خوشم میاد، عشق میورزم به این دو نفر، از نام عمر خوشم میاد، از نام علی بدم میاد، العیاذ بالله که انسان اینجور بشه، چه کار کنم؟ من نمیتونم. خب بسیار خب که سرش معلوم شد، و الا روشنتر از آفتاب واقعا که انسان بخواد شکی درش بیاره، روشنتر از ماهه که انسان بخواد شکی درش بیاره. شما قیاس رو بذارید کنار هم، عرض کردم امیرالمومنین هیچ، امامان رو یکی یکی بیاییم پایین، اصلا امامان هیچ. ما یکی از شاگردان کوچک جعفر ابن محمد رو بگذاریم صلوات الله علیه، عزیزم به حضورتون که، و یک نفر از این آقایان ببینیم اصلا قابل قیاس، اصلا اونا رو هم نمیخواد. یکی از کوچکترین شاگردان، یکی از رهبران، اگر اجازه بفرمایید یکی از طلبه های کوچیک خودمون رو که سال اول پایه اول دومن رو بگذاریم، بله، و این آقایون رو هم بذاریم ببینیم باز هم برابری میکنن. یعنی طلبه هایی که سال اول دوم هستن الان در حوزه های شیعی دارن درس میخونن، فضلشون بیشتره، فضلشون 100 برابر بعضی از این آقایون است، و حتی درک و فهمشون 100 برابر. یعنی من میگم بعضی وقتا بعضی از چیزایی که از این آقایون میبینم رو هر چقدر میخوام به خودم بقبولونم که شاید به نحوی بشه و دور میبینم اصلا هیچ راهی نداره. الان یه مثال بذار، حالا گفتید یادم افتاد، همین الان یادم افتاد، خوب شد. اینکه شما میفرمایید اغراق نیست تا بینندگان که طلبه ابتدایی رو بذاریم کنار علمای بزرگ، اصلا مقابل پیشوایان اونها واقعا برتری داره. یکی از علمای بزرگ قدمای اهل سنته، به قول معروف از اساتینشون، بلا تشبیه ما میگیم کلینی، شیخ صدوق، شیخ مفید در وادی اهل سنت، یکی از ایناشون میاد احادیث ائمه اثناعشر رو در کتابش مطرح میکنه. خوب دقت بفرمایید آقا، احادیث ائمه اثناعشر فوق تواتر آمده، پیامبر فرمود امامان بعد من 12 نفرن، عدد نقبا بنی اسرائیلن، عدد حواریونن که همه 12 تاست، عدد اثباتن. خب حالا به تطبیق میرسیم، خب کو باید مشخص کنه کیان اینا میشوره. خوب دقت بفرمایید، اینا که میگم شوخی نیست، تو کتابش آورده. ابوبکر، عمر، عثمان، علی ابن ابی طالب، خیلی خوب، این تا اینجا میگیم اونا ظاهر سازی هم میکردن، به ظاهر تقوا پیشه میکردن جلوی مردم. حالا یه جوری میپذیریم اینا، اصلا هیچی. اینجا بعدش خیلی پنجمی معاویه، اینم یه جور قبول میکنیم، معاویه هم خیلی ظواهری رو سعی میکرد. ششمی میگه یزید ابن معاویه، دقت فرمودید. نهمی یا دهمی هست میگه ولید، ولید، ولیدی که عزیزان همه میدونن به حرمت و صیانت شبکه و بینندگانش نمیتونم کاراشو بگم. یکی از کاراش این بود که با دهان آغشته به خمر و در حالت مستی کامل رفت نماز صبح خوند که اون اتفاقات افتاد و بله. نامه ها کسی که حوض شراب درست کرد میرفت توش، اینجوری سیر میشد از شراب، وقتی میومد بیرون شراب پایین رفته بود، شراب این حوض انقدر میخورد. کسی که شبی رو چگونه گذراند که نمیگم، با چه لباسی آمد تو مسجد کوفه، والی کوفه شده بود این آدم. کسی که قدر امیرالمومنین رو ندونه همینه واقعا. اومد تو کوفه، مسجد کوفه، 4 رکعت نماز صبح خوند، داخل نمازم به جای حمد و سوره العیاذ بالله در نماز در محراب مسجد کوفه شروع کرد ترانه های عاشقانه خوندن، بعدم سلام داد 4 رکعت و گفت حالم خوشه، میخواید بازم میخونم براتون تا هر وقت بخواید. بعدم که محراب رو ملوث کرد با اون شرابی که تا صبح خورده بود. اینو میگه امام نهم یا دهم از ائمه 12، از علمای قدمای بزرگ اهل سنته. این یعنی همونی که هر چی به خودش فشار میاره نمیتونه از نام علی لذت ببره، فایده ای هم نداره، هیچ کارش نمیشه کرد. حالا این چون تقابل کلمات شد، اینم یه حالا اشاره هم داشتید به فقه. اصلا میدونستید در آماری که هست در دنیا امروز خیلی ها به خاطر فقه شیعه شیعه میشن، یعنی فقه شیعه رو، همین به قول معروف توزیع المسائلی که دم دست هست فارسی هست، حالا یا منهاج الصالحین که عربیه، خلاصه فقه شیعه یا احادیث فقهی شیعه،
با احادیث فقهی شیعه میان شیعه میشن، از بس که براشون جذابه و از بس اون طرف فقهش نادرسته، اصلا طبع سلیم نمیپسنده. میدونستید احادیث فقهی ما رو الان در دانشگاه های اروپا مورد بررسی قرار میدن؟ اصلا خیلی جاها من شنیدم و بعض وقت فکر میکنم یک دو موردش هم فکر میکنم عکس شدیدم که اصلا به نام یک دانشمند روی سردر بعضی از دانشگاه یا در ورودی دانشگاه نصب شده. یعنی مثلا حالا اصطلاح خودم که ان صادق علیه السلام به عنوان اینکه این صادق یک دانشمند اسلامی است، نامش نوشته شده و کلام حضرت پایینش نوشته شده. اینکه حالا جزء معمولی ترین عادی ترین کاری است که یک بشر انجام بده، افتخاری نداریم به اون کار را که حالا اروپایی‌ها این کارو کردن، به به پس ما کیف کنیم. خیلی ما نیازی نداریم که کسی بیاد دنبال امام صادق بیاد یا نیاد. میخوام عرض کنم ببینید طبع سلیم چجور کشش داره که خود اونها که کاری هم به مذهب ندارن فعلا، علمیت میخوان، چون اونها دنبال علمیتن دیگه. دانشگاه های غربی چه اروپا چه آمریکا چه حتی جاهای دیگه، الان روایات فقهی ما، روایات طبی ما، روایات روانشناسی ما که یه بخش معظمی از روایات ماست و جا داره این جمع‌آوری بشه، خیلی زیباست. اینا رو دارن مورد بررسی قرار میدن، مورد کنکاش قرار میدن، استفاده، یعنی لایه هاشو باز میکنن چیز متوجه بشن. فرهیختگان علومی که در غرب و اینها هستن، در دانشگاه هستن، اونا دارن استفاده، یه مورد بیارید از اونا استفاده ببرن. یعنی دانشگاه های غربی بیارن کلمات ابوبکر، اونا که حالا نیست چیزی هستن، گفتیم 200 صفحه هم نیست، کلمات ابو حنیفه، کلمات شافعی، دیگران رو بیارن به عنوان یک استفاده استفاده کنن. من چون صحبت کلمات هست، بحث نیست، بحث خانوادگی هم داشته باشیم. یه حدیث رو من میخونم در مورد وظایف وظیفه پدر. عزیزان بیننده اگر کسی اهلش هست دنبال کنه روایات روانشناسی که نداریم متاسفانه، جاش خالیه. اگر خوش ذوق و خوش قریحه باشه جمع کنه اینها رو، روایاتی که در حیطه روانشناسیه. فرمود حق الولد علی والده، حق فرزند، که حالا ولد به پسر میگن ولی اینجا عامه، یعنی هر حق فرزند بر پدرش چیه؟ من سوال میکنم، فکر میکنید اسم خوب بذاره، لقمه حلال بیاره، ایناست دیگه قاعدتا. اینا هم هست البته، اینا که خیلی مهمه، اما ببین امام چی فرموده. حق فرزند بر پدرش چیه؟ ان یستفرح امه، یستفرح با هی جیمی نه با هی گرد، فرح در عربی تمثیل ها، عذر میخوام خواهران عزیز ناراحت نشن، اینا تمثیلات عربیه، به تیمار کردن اسب میگن. اسب میدونید یک حیوان نجیب و بسیار حساسیه، تیمارش خاصه، یه حرکت نادرست باشه در تیمارش، به قول معروف بهش اون اسبای اصیله که مال ورزش و اینا هستن، خیلی حیوانات حساس و به قول معروف کلاسیکی هستن. مثلا من داشتم دوستی که اسبان سر کله داشت و باهاش برخورد داشت، میگفت که من صحبت میکنم و میفهمه. بله صحبت هم میکنم، تیمار کردم باهاش صحبت میکنم که باری کلا چقدر دیروز خوب راه رفتی. بله اینا که در عضلات چقدر ثابت شده و از اون طرف هم عرض کردم بسیار حساسه. خب ببین امام چی به کار برده، حق فرزند بر پدر این است که پدر مادر این فرزند را تیمار کند تا این مادر به قدری شادابی پیدا کند که بتونه این فرزند رو خوب تربیت کنه. و تو جامعه هم دیدم، از فردا دقت کنید، مردانی که انقدر به قول معروف اینجوری ساده بگم ارزه دارن که با همسرشون جوری برخورد میکنن، چه از لحاظ گفتار چه از لحاظ برخورد، که این مادر شادابه در زندگی، تو فامیل دوست داشتن بگرید هست، وقت ببین اون مادر چجوری این بچه ها رو خوب تربیت میکنه. ببین چقدر ظریف امام کجا ده؟ این یه حدیثه. اصلا روایات زناشویی، همسرداری، بچه داری خودش دریایی از معارفه. روایات طبی همینطور، حالا جابر ابن حیان شاگرد امام صادق بود که هنوز هم ظاهرا فکر میکنم دانشگاهی به نامش اگه اشتباه نکنم، و چقدر دارن از رساله هاش از کلماتش استفاده میکنن، روایات فلان، روایات فقهی، روایات انواع روایات. حالا اینا تازه
مادیات ما میگیم، بریم تو وادی معارف، روایات توحید، روایات نبوت، روایات امامت که در کافی هر دور یکی قرار داده. اصول کافی کتاب الحجه است، یعنی نبوت و امامت رو به عنوان حجت حساب کرد. دیگه بریم روایات معاد، روایات معراج، روایات تمام اینها رو شما ببینید چه معارف بزرگی فرمودن. این هم تقابل روایات. و اصلا به شما بگم، اونا میگن صحاح سته، خیلی میبالن دیگه، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، صحاح سته 6 تا کتاب دارن. شما بینندگان میدونستید کل صحاح سته از اصول کافی کمتر روایت داره؟ از کافی ببخشید، از کل کتاب کافی. کتاب کافی ما 8 جلده، 2 جلد اصول، 5 جلد فروع، 1 جلدم روزه کافی، 8 جلد. اصول کافی ما بیش از کل صحاح سته اونا روایت داره. خبری هم نیست فکر کنید اونور خبری باشه. یک کتاب ما از 6 تا کتاب اونا بیشتره. تعداد اونم چه احادیثی اینا توضیح همین وقت بیا تقابل ایجاد کنید. ببینید احادیث اونا 80-90 درصدش رو اگر بخوایم بررسی کنیم 80-90 درصدش مشکل داره. اصلا یه خطیه روایات هر من چون کار کردم روایات کتاب احسان رو مراجعه کنید، یه خط، دو خط، سه خط، بقیه شاید داستانه. بعد خیلی وقتا با هم دیگه تناقض داره. اصلا تناقض حالا اونا اصلا بماند یه چیز گفته ایگرگم بحث مفصل چه ایرادایی به روایاتش وارده که اصلا با گفته بود با عقل جور در نمیاد. بود وقت بیاد روایت کافی رو ببینید، تو فروعش که فقه چی هست، تو روزه همینطور، تو اصول کافی مخصوصا کتاب توحیدش، کتاب علمش، چقدر روایات زیبا. حالا این یک کتاب ماست، کتب شیخ صدوق، کتب شیخ مفید، تمام کتب، کتب اصول اربعمه که مال اصحاب اهل بیت بوده. و اینم تتمه بحث ما، تقابل رو عرض کردیم، این تقابل روایات و تقابل کلمات بزرگان شیعه و بزرگان اهل سنت هم بد نبود به عنوان تتمه که دیگه بحث کلمات رو جمع کرده باشیم. سپاسگزارم جناب استاد. از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین هم سپاسگزاریم. حوصله میکنید، ما رو تماشا میکنید، ما رو مهمان خانه های خودتون قرار میدید و در این ماه عزیز و پربرکت اوقات رو با ما میگذرونید و با کلام اهل بیت همراه میشید، با سیره اهل بیت همراه میشید و تلاش میکنید با یک نگاه باز، با یک فکر آماده، با یک قلب مطمئن بپردازید به سیره اهل بیت و خط رو از این بزرگان بگیرید و تلاش میکنید که بهترین زندگی رو برای خودتان و خانواده عزیزتون آماده کنید. خیلی ممنون از این بابت و خوشحالیم و میباریم به خودمون که کسانی هستیم که دنبال روی مسیری هستیم که در اون مسیر هیچ زلالتی نیست، که در اون مسیر هیچ سختی نیست به جز سختی دوری از حضرت صاحب الزمان. و الحمدلله به جمیع نعمی که خداوند به ما داده است، مخصوصا این نعمت بزرگ که زیر سایه ولایت حضرت امیرالمومنین است. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید و با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص میشیم.